با ادامه خبر هشت باز هم خوش آمدید. افغانستان این بار رقابت مرکز رقابت های قدرت های جهانی نخواهد شد. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه در دیدار با علمای شیعه مذهب با بیان این مطلب میگوید که دشمنان افغانستان به دنبال تفرقه مذهبی میان مردم افغانستان است. این در حالی است که اخیراً آمریکا و ایران از قوی شدن داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده و هشدار داده که داعش را در خاک افغانستان هدف قرار میدهد. صحبت های داریم با مهمان بس آقای طارق فرهادی، آگاه رابطه بین الملل سویس روی خط با ماست. فرهادی صاحب سلام، خوش آمدید به خبر هشت. سلام و احترام به شما و بینندگان عزیز. سلامت باشید آقای فرهادی. اخیراً آقای امیرخان متقی صحبت های داشت در رابطه با مسائل افغانستان. بیاین بحث را از همین جا آغاز بکنیم. اونا گفتن که افغانستان این بار مرکز رقابت قدرت های جهانی نخواهد شد. هدفشون چی است؟ خب اولش خوب بسیار کار خوب بود که آقای متقی رفت به دیدن اهل تشیع افغانستان. بله. به خاطر که در افغانستان اهل تشیع و اهل تسنن از آوان، از اول وقتی یک جای زندگی کردن و با روابط نیک زندگی کردن و در سابق در وقتهایی که ما مکتب می رفتیم حتی عروسی ها و گپا هم بود بین هر دو و امید میکنیم که یک روز همینطور باشه باز هم. و ایست که در حقیقت هر باره که یک ضربت برسه به اهل تشیع افغانستان بر تمام مردم افغانستان یک ضربت میرسه و بر ثبات مملکت یک ضربت میرسه. همچنان قدرت های خارجی به افغانستان بی علاقه هستند. امریکا خودش وقتی که برآمد اعلان کرد بسیار واضح که ما دیگر در اینجا کدام منافع استراتژیک در افغانستان نداریم. و روسیه فعلا به جان خود بسیار مصروف است، جنگ اوکراین است و امو بیشترینه که بتاند در آسیای مرکزی با کشورهای آسیای مرکزی در تعامل می باشه. افغانستان برش دور است، اما از داعش همگی شاکی هستند. از داعش ما خود ما شاکی هستیم به خاطر که به مردم اهل تشیع حمله میکنه و مردم هزاری ما حمله میکنه و مردم اونا چون که یک مکتب بسیار محدود دین اسلام تعقیب میکنن، داعشی ها و مردم صوفی حمله میکنه در قندوز و مسجد خلیفه دیدیم و در حقیقت داعش دشمن همگی است. شکایت ما در اینجا است که خود طالبان داعش جدی نمیگیرند و همیشه دست کم میگیرن و میگن که یک مزاحمت هست و کم هست و ایوس. اما باید بیشتر تعقیب شود برای اینکه داعش تعدادش در افغانستان زیاد نیست، از 2000 تا 5000، اما باید است که مهار شود، جنگجویانشان شناسایی شود و اینا برشون دیگه امکان از این نباشه که در افغانستان حملات انتحاری کنند و از افغانستان حملات تروریستی به طرف کشورهای آسیای مرکزی کنند. بخاطر که تاجکستان این شکایت دیروز پریروز داشته و ازبکستان یک هفته پیش این شکایت داشته و در حقیقت همسایه‌های افغانستان شرکای تجارتی افغانستان هستند و افغانستان باید با یک تعامل خوب همراهشان زندگی کنه و حکومتی که حاکم است در افغانستان مسئول است که سرحدات از این همسایه را حراست هم کنه که از افغانستان برشان کدام ضرری نرسه. درست. زمانی که از قدرت های جهانی صحبت میشه آقای فرهادی، بحث روسیه و آمریکا در میان میاد و شما میگین که آمریکا بالکل دیگر از افغانستان دل سرد شدن نمیخواد و حتی هم گفتن که ما هیچگاه منافع استراتژیک در افغانستان نداریم. بحث روسیه را مطرح کردیم که اکنون پاش گیر کرده در جنگ اوکراین. اگر چنین است، چرا آقای متقی نگران تبدیل شدن افغانستان و مرکز رقابت های قدرت های جهانی است و چرا ما را در این مورد صحبت میکنه؟ آقای متقی میفهمه که نه تنها قدرت های جهانی به خودش علاقه داره ناله، نه به افغانستان. مشکل در اینجاست. اگر میداشتن خب اقلا حکومت آقای متقی را به رسمیت میشناختن. قدرت های جهانی در حقیقت افغانستان واگذار کردن به طالبا. بله. امید داشتن که طالبا با مردم افغانستان یک محبت می داشته باشه، نه ای که با خشونت و با تحمیل مسائل دینی که
تمامش در افغانستان از قرنها حل است با تحمیل دیدگاه های خشونت آمیز با مردم افغانستان وضعیت میشه فعلا. این شکایت ما را آقای متقی بشنوه که در حقیقت چون در رأس حکومت قرار داره، گرچه شاید که خود آقای متقی هم نظر نباشه با کارهایی که وزارت امر من معروف و نهی بن منکر میکنه، در حقیقت مردم کارهایی که حکومت میکنه از حکومت دور میسازه و حتی مردم در اینجا لازم نیست که برشان اسلام آموخته شود. مردم افغانستان 1400 سال است که مسلمان هستند و کارهایی که وزارت امر بن معروف و نهی بن منکر میکنه در حقیقت یک کوتاه بینی است، به خاطر که دعوت هم در اسلام یک چیز تدریجی است. اگر شما تاریخ اسلام هم بخوانین به همین شکل صورت گرفته و به این در حالتی که در افغانستان فقر است، زنان باید است که بتونن برن کار کنن، یک نان و روزی به دست بیارن برای فامیلای خود، در این طور یک حالت فشارهایی که حکومت میاره این طور معلوم میشه که اینا وقت خودم ضایع میکنن، مردم هم دور میکنن و به مسائل اصلی که بحرانهای افغانستان است امروز که فقر است، کمبود کار است، کمبود سرمایه گذاری است، هیچ اونا توجه نشان نمیتن. این طور نشان میده که در مابین حکومت چند دستگی است و من این پیام ها را در چیزی که میگم کمی سخت میگم برای تلویزیونی که در کابل است، این مسئولیت شما نیست. من این پیام ها را به انترویو ها و مصاحبه های دیگه هم به گوش طالبان رساندیم که در حقیقت دور ساختن مردم از حکومت توسط این همه طور کارهای خشن میشه، کارهایی که نتیجه هم نداره در حقیقت. اول ما فقر باید غمش بخوریم، اول ما باید مادر را غمش بخوریم که یتیم پیشش است، ما فامیلی را غمش بخوریم که یکیشان دوتایشان کار خود از دست دادن، اقتصاد را بهتر بسازیم. اما وزارت امر بن معروف و نهی بن منکر بره کار کنه برای وزارت معارف هم امو نصاب زودتر تمام کنه که مکاتب دختران باز شود، به خاطر که در دین اسلام تعلیم برای کلگی واجب است، برای دختر، برای بچه. چون هم وزارت امر بن معروف و نهی بن منکر این چیزای مثبت فعلا مصروف نمیشه تا ایست که سر مردم فشار میاره در طور یک وقتی که فقر و وی حملات داعش و همه چیز، همه مشکلات ادامه داره. از مشکلات دیگه هم گپ میزنیم که مشکلاتی که در شمال کشور با وجود آمده که هم یک چیز است که ما لازم نداریم در افغانستان. ما اگر میخواییم به طرف صلح بریم باید است که بسیار با حوصله با همدیگر رفتار کنیم، به خاطر که متاسفانه افغانستان یک کشور است که استعداد جنگ داخلی را داره. کشورهای خارجی، بله ایره برتان من از اینجا گفتم، میتونم که بسیار نگران هستند که حالی که افغانستان به دست خود افغانها مانده، چون حال خارجی ها نیستن، امکان داره که افغانستان به طرف یک جنگ داخلی بره به خاطر کوتاه سنجی های سیاست مدارای ما از هر دو طرف. یه طور نیست که من یک طرف بگویم، در حقیقت ما یک طرف میانه کار داریم که مسائل با حوصله حل کنن و هر مسئله که از بدون جنگ باید حل شود و خشونت نشه، خشونت های قومی نشه، چیزایی که در حقیقت تجربه 30 ساله ما از جنگ اول که جنگ داخلی شد بعد از سقوط حکومت نجیب الله که اوتر یک حالت دوباره نشد خدا نخواسته، در او صورت کلگه خساره من میشه. پس ما براتان اطمینان میتیم که نه امریکا علاقه داره به افغانستان امروز، به خاطر که خودش بسیار جنجال های دیگه داره امرای مسائل داخلی خود، امرای مسائل اوکراین و رقیب کلان از اونا چین است امروز و رقیب اقتصادی شد و نه روسیه مجالش داره. شما میبینید که روسیه 10 جنرالش در اوکراین کشته شده و در حقیقت یکی بر 3 قشون پوتین در اوکراین با مشکل قرار گرفته و تانکشان، توپشان، همه چیزشان در اونجا منهدم شده و ایران شده. پوتین و اینا با افغانستان چی کنن که بیانی چه خود یک ملک است که مردم به خودش کرده یکی دیگه خود جنگ میکنه؟ شاید هدف آقای متقی جنگ استخباراتی باشه آقای فرهادی.
هیچ امو هم نیست. امو آقای ام جنگای استخباراتی رو خود آقای متقی مسئله مسئله دایش رو هم شما پیشتر برجسته کرده. بله. بله. نمیتونه خب بحث دایش بحث جنگ استخباراتی باشه. خب دایش یک مشکلی است که در حقیقت دایش هم در اثر حضور امریکا بروز کرد در افغانستان و 7 سال پیش یا 8 سال پیش دایش هم سنگران طالبان بود. یک جای جنگ کردن بزد امریکا، بعد از او خطشان تبدیل شد، بعد از او تی تی پی هم در اینجا بود، تی تی پی هم از اینا تبدیل شد، اما دور شد، اما یکی دیگر هم میشناسن. و باز با آمدن رژیم طالبان ایرم باید ذکر کنم که در ننگرهار و اینجا طالبان بزد داعش حملات انجام دادن در می 8 ماه اخیر در اوائل اگر یاد شما باشه. پس مسئله بسیار مشکل است. به هر صورت این باید است که توجه سرش شود، اما قدرت های بزرگ دیگر هیچ علاقی به افغانستان ندارن. بدبختی افغانستان نیست که مردم خود افغانستان امکان داره که به جان یکی دیگر بچسبند. درست. آقای فرهادی اگر اجازه بدید برگردیم به 9 ماه که گذشت. در همین 9 ماه پیش از اینکه امارات سومی بیاد در قدرت خیلی فکر میکردن، چون جنگ جریان داشت، خیلی فکر میکردن با عقب نشینی یک طرف و آمدن یک طرف دیگر در قدرت میتونه به همه مشکلات در افغانستان نقطه پایان بگذاره، ولی دیده شد که چنین نشد. زمانی که جمهوریت از هم پاشید، امارات سومی برای بار دوم به قدرت رسید، هنوز هم میبینیم که جنجال ها و این کش قوس های ادامه داره در افغانستان. آقای متقی میان یک حرف میزنن، مقام های ایرانی میاد در قبال افغانستان حرف های دیگر میزنن، بحث داعش مطرح است، بحث گروه های تروریستی مطرح است، تهدید شدن کشورهای همسایه از خاک افغانستان مطرح است. در همین 9 ماه که امارات اسلامی در افغانستان حاکم بود، افغانستان در کدام مسیر رفته؟ خب در مسیر انزوا، متاسفانه در مسیر انزوا، در اثر سیاست های طالبان که هیچ امو چانس دومی که اینا داشتن، در حقیقت طالبان چانس دوم خود خوب استفاده نکردن. این خود طالبان هم میفهمن، بعضی علاقاتشان میفهمن، بعضی علاقاتشان مسئول هستند برای از اینکه در حقیقت همی چانس دوم هم سوخته. چیزی که بسیار ضرر زیاد رساند، بعد از اینکه کل جهان انتظار داشت که مکاتب دختران باز شود، یک دفعه اینا اعلان کردن که مکاتب دختران باز نمیشه. خب بعد از او این مسئله فشار آوردن وزارت امر بین معروف و نهی بین منکر که در حقیقت هیچ لزومش دیده نمیشه در افغانستان، لزومش دیده نمیشه. خود طالبان اگر میخواین که مثلا خانمایشان به یک شکل مخصوص لباس بپوشن، از هر دفعه کار خودشان است، در کار دیگران باید مداخله نکنن. دیگران هم مسلمانان هستند، هر کس حساب خود میفهمه و هر کس پیش خداوند خودش مسئول است. و در افغانستان کسی به حجاب هم نیست. و در حقیقت وقتی که طالبان در پای عظیم براین که تحمیل کنن خود بسر مردم، در حالی که قدرت بدون انتخابات گرفتن، در حالی که قدرت هنوز هم در انحصار خود دارد، در حالی که حاضر نیستن که در صدر حکومت کسانی که طالبان نباشه راه بدن، در حالی که یک کمیسیون ساختن 6 یا 7 ماه پیش که شخصیت های دیگر دعوت کنن و خود آقای متقی هم در او کمیسیون هست و مولوی شهاب الدین دلاور و در او کمیسیون هم کدام مجلسی نشده، کدام دیداری نشده با شخصیت های دیگر، بجز از این مسئله که پیش اهل تشیع رفته بودن، این مسئله عید بود و مسئله فاتحه بود. اما فقط یک جور پرسانی بود، عبارت از این نبود که کسی را دعوت کنن که اینا بیاین شما معاون رئیس الوزرا شوین یا در حکومت شرکت کنین. در این یک حالتی که طالبان میخواین که خود را تحمیل کنن از هر نظر، دیگر چی انتظار داشتیم؟ جامعه جهانی ایرا مانده بین خود ما، فقط یکان اعلامیه میتن، دیگه چیز نمیکنن. از جامعه جهانی چیز انتظار نداشته باشین، فقط کمک بشری روان میکنن، او را هم کم کرده میرن به خاطر که مسئولیت هایشون در قبال اوکراین که خشای خودشون را زیادتر شده میره. و بعد از اون ما میمانیم بین خود که خدا نکنه که رقم دهه 90 نشد در افغانستان، که بین خود ما به اتفاقی ها و محاسبات کوتاه از هر دو طرف سبب نشه که یک جنگ قومی در افغانستان شروع نشه و لشکرکشی ها از جنوب به شمال شروع نشه و امثال هم. کل از این چیزهایی است که نگرانی هایی است که در 2-3 روز گذشته، در 1 هفته گذشته دیده میشه و باید است که ما همینجا باید همه گیره بگوییم که باید است که ما صبر، حوصله
کار بگیریم و خودم یا آقای متقی و اینا بسیار مسئول هستن که دروازه مذاکرات دوباره باز کنن با شمال، با دیگران، با دیگر اقشار سیاسی. و مهمترین کارشان اینه میستم این دقیقه، بخاطر که دیگه خب باعث وزیر خارجه کدام کاری نیست، دیگر در حکومت داری ما کدام کاری نمیبینیم. مهمترین کاری است که در افغانستان ثبات سیاسی بیاید و برای اینکه ثبات سیاسی بیاید باید در مذاکرات با دیگر اقشار سیاسی باز شود و تنها به اعلامیه نمیشه و به اعلامه های مبهم نمیشه که باز ما یک مجلس میگیریم و نامش هم نمیفهمیم که لوجرگه میمانیم یا نمیمانیم. تمام از این چیزهای بسیار مبهم است. وقتی افغانستان ضایع میشه و افغانستان اگر زود عمل نشه برای اینکه افغانستان به طرف یک ثبات مستحکم تر بره، در وقت است که بله دایش و اینا میآیند، حتی یک تعداد از جنگجویان خود طالبا که برشان معاش و اینای کافی نرسه امکان داره که زیر تاثیر سربازگیری دایش بره و مشکلات دیگه شروع میشه، مسائل مواد مخدر اینا هم است که شروع میشه. در سوال آقای فرهادی، زمانی که جنگ افغانستان در همین 20 سال هم مطرح شده، بارها گفته شده و شما می رشنیدین که جنگ افغانستان جنگ آمریکا بوده، جنگ روسیه بوده، آمدن جنگ کردن، حمله کردن، اشغال کردن، به هر نوع دیگر. حالا که آمریکا هم نیست و روسیه هم مصروف خودش است، ولی در افغانستان هنوز هم جنگ ادامه دارد. اگر واضح تر بگویم، انفجار صورت می گیرد، خیلی ها می خواهند به قول آقای متقی که تفرقه ایجاد بکنن بین مذاهب افغانستان، بین شیعه مذاهب، سنی مذاهب. اهل تشیع در مساجد مورد حمله قرار میگیره، تیرها وجود داره، مردم افغانستان با گذشت هر روز احساس میکنه که جنگ پیچیده تر شده میره. دشمن افغانستان کی است؟ دشمن افغانستان مردم خودش هم بوده میتونه و خصوصا سیاسیونش، خصوصا سیاسیونش. مردم افغانستان مثلا کیست آقای فرهادی اگر مشخص بگوید؟ من برای آقای متقی میگم یک مشوره میدم، اگر میخواد که در افغانستان تفرقه نباشه، خب بگیره یک پست معاونیت رئیس الوزرا را به یک برادر شیعه پیشنهاد کنه. بله، در اونجا اهل تشیع را به هر صورت همیشه یک نقش داشتن در حکومت، در اینجا دوباره یک نقش بارستر بده. من میفهم که یک برادر ما معاون وزارت اقتصاد است، او یک گپ است، اما در اینجا باید است که بس به یک نفر از اهل تشیع جای داده شود در معاونیت ریاست الوزراء. از اهل تشیع در اردوی طالبان کسی باشه، در صورت است که تفرقه نمی باشه. چرا آقای متقی میگه که ما تفرقه نمی خواهیم اما این کارا رو نمی کنه؟ درست؟ یعنی کی است که آقای فرهادی، کی است که میخوایم این کار را بکنه، تفرقه میخواه برتادر بین اقوام افغانستان، کی میخواه اهل تشیع را بکشه؟ و حتی دیده میشه که پای آقای متقی کشیده میشه طرف علمان اهل تشیع. خب داعش میخواه که بی‌ثباتی را خلق کنه، داعش یک مکتب افراطی در حقیقت است. اینا میخواهند که یک غالمغال را خلق کنند در تمام کشورها، از افغانستان تا عراق تا سوریه، و در اینجا دیده شدند داعش. و اما تعدادشان زیاد نیست. اگر ما شما بتانیم که حکومت خود یک حکومت ملی تر بسازیم که مردم حامی حکومت شوه، مردم باید حامی حکومت باشه. مردم فعلا سن حکومت سعی میکنند و از طرف حکومت مردم فعلا رنجور هستند، به خاطر که حکومت فشارهای نالازمه با این مسائل حجاب و ایگپا میاره، در حالی که در افغانستان هیچ کدوم مسئله نیست. در این صورت است که مردم آله از حکومت خورخور است، در راستش بگویم. آله دمیشار یک زن میبره تا بازار رفته نمیتونه که باش کال ما را از بخاطر حجاب کس استاد نکنه، بعد از او باز شوهر ما را یا برادر ما را سیلی نزنه از خاطر حجاب. ببینید که یک مشکلات خلق کردن اینا خوب بیخی خود برای طالبا، برای مردم افغانستان خود به یک جنجال تبدیل کردن. همین گپ خدا کنه که آقای متقی بشنوه که بام برش در دیگه مصاحبان میگم که شما چرا خود به جنجال تبدیل میکنین با مردم افغانستان؟ مردم افغانستان آرام بنین، شما با مسائل عمده بپردازین. اگر نمیخواییم در افغانستان تفرقه بیافتن، در رابطه با مسائل عمده که شما اشاره میکنین آقای فرهادی، قرار است یک نشست کلان سیاسی امنیتی
در کابل برگزار شده به رهبری امارات اسلامی و آقای متقی هم میره با علمان شمازهای دیدار میکنه و بعد میره میگه که یک نشست کلان را برگزار میکنه. قرار است چه اتفاق بفته؟ هیچ معلوم نیست. در حقیقت این گپایی است که مردم ها یک ذره وقت میگیرن و گپ میتن و گپا، اما طور تابال ما کدام چیز بسیار ثقه نشنیدیم و یکی از شکایت های من از طالبایی است که بسیار مبهم گپ میزنن، هیچ ضرب الاجل نمیتن. خود امیر اسلام یک دینی است که همه چیز بسیار مشخص است. در اسلام پنج وقت نماز است و وقت هر نماز معلوم است. ماه رمضان است، وقت ماه رمضان وقت روزه گرفتن و روزه افطار کردن معلوم است. در همه چیز بسیار مشخصات است و طالبان کسان هستند که خود میگن که ما آمدیم که ما یک حکومت اسلامی را آوردیم، اما هیچ گپشان ضرب و جل نداره، هیچ پیشنهادشان مشخصات نداره، همه چیز به مبهمات است. یا ایست که حکومت داری را نمیفهمن و خودشان هم را گم کردن، یا ایست که ما را خیال احمق کردن و میخواهند که وقت ملت را ضایع کنند. در هر دو سرر در هر دو صورت اینا به افغانستان خساره میرسانند، به خودم خساره میرسانند، حکومت خودم وقتش کوتاه میسازند و برای مردم افغانستان خساره میرسانند، به خاطر که دختران افغانستان از تحصیل اینا باز داشتن. درست. آقای فرهادی، فرصت هست آیا اینا بتانن یک مکانیزمی را به عنوان راه حل پیش بگیرن؟ یک چنین فرصتی بله. وجود داره؟ بله، فرصت وجود داره. باید حرف شنوایی کنن طالبان. ما در افغانستان نمیخوایم که دیگر جنگ شود، ما نمیخوایم که خون کسی ریخته شود، ما نمیخوایم که خون جوانان ریخته شود، ما نمیخوایم که جوانانی که زیر فشار آمدن در شمال تعدادشان کمتر از در اونجا جنگ شود و سرکوب شوند، ما نمیخوایم که طالبان هم کشته شود، ما میخوایم که افغانستان به طرف ثبات بره. و برای اینکه به طرف ثبات بره، مسئولیت طالبان است، به خاطر که فعلا تمام قدرت در انحصارشان است که با اقشار سیاسی بیشتر گپ بزنند، مثل امی دیداره که با اهل تشیع شده با دیگران شود و حتی کوشش زیادتر کنند که با دیگران گپ بزنند و سهم بتن دیگران در قدرت، برای از اینکه افغانستان که یک کشوری است که اما تو ضرر پذیر است از این نظرها، شود که مردم یک جا شود و با حکومت ها می شود، برای از اینکه حکومت از این حالت نجات بیفته. بسیار مردم اعتماد نمی کنن به طالبان، میگن که اینا هیچ وقت تغییر نمی کنن. این را هم من بسیار شنیده و اما دیگر ما چی چاره داریم؟ درست؟ ما مجبور استیم که خواهان و در تکاپوی یک ریفورم یا اصلاحات از مابین طالبان باشیم، به خاطر که فعلا اینا قدرت در پیششان است و بعضی حلقات از جمله آقای متقی و اینا که زیادتر حرف شنوستن و میشه که به امراشان همینطور دوستانه و جدی بحث شد که شما مسئول هستین حاله که افغانستان از بحران بچ کنیم، به خاطر که به این رقمی که هست و تحمیل به ای که یک در شمال نارامی ها شروع شده. ولی آقای فرهادی، همین نسخه شما چی است؟ چون فرصت هم بسیار کم داریم. یک، دو، سه کاری که باید اینا بکنن چی است؟ همین مجلسی که میگن ایره بزودی پیش از عید قربان ایره برپا کنن و از خارج و از داخل اینا شخصیت هایی که طالب نیستن دعوت کنن و علمایی که علمای طالب نیستن دعوت کنن. هیچ کس نمیخواد در افغانستان جنگ باشه، همه کی میخواد که ما همه کی توافق کنیم برای اینکه یک همکاری شود در افغانستان، به خاطر که یک ذره ثبات به وجود بیاید و وضع اقتصاد خوب شود، اعتماد به وجود بیاید و سرمایه گذاران ما که پول خود کشیدن بتونن پس برن و سرمایه گذاری رو شروع کنن که برای مردم جا برای جوانان و یا کار پیدا شه. تشکر آقای طارق فرهادی، آگاه رابط بین‌الملل از سی‌بی‌اس. ممنون از آقای فرهادی. تشکر. سپاسگزار که بیننده خبر 8 بودید. بدرود.